در ارتباط با تظاهرات 13 آبان، سعید رضایی فقیه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با آرش سیگارچی از صدای آمریکا به تأثیر این راهپیمایی، پیام آن برای حکومت و همچنین راه حل جمهوری اسلامی برای حل این مشکل پرداخته است. با هم می‌بینیم. همونجوری که قبلا پیش بینی میشد، راهپیمایی یک بار دیگه نشون داد که شور و شوق جنبش سبز و اعتراض به روشهای حکومت برای جلوگیری از اظهار نظر مردم و اعمال محدودیت ها برای مردم و مخالفان دگراندیش ها، همچنان این جنبش با شور و شوق داره ادامه پیدا میکنه و حکومت هم علارغم همه تمهیداتی که به کار بسته نتونسته جلوی رشد و گسترش و پویایی این جنبش رو بگیره. آقای رضوی فقیه، به نظر شما راهپیمایی 13 آبان چه پیامی برای حاکمیت داشت؟ پیام راهپیمایی امروز این بود که حاکمیت باید به خواسته مردم تن بده، باید میثاقی که با مردم بسته، یعنی قانون اساسی رو، به تمام و کمال بدون تبعیض در مورد اصول مختلفش اجرا بکنه، باید پاسخ اعتراضات رو که به شکل مدنی هستند با سرکوب، زندان، دستگیری، بازداشت، شکنجه نده و بیش از این بین مردم و حکومت شکاف ایجاد نکنه یا شکاف‌های ایجاد شده رو تعمیق نکنه. به نظر من رهبران فعلی جمهوری اسلامی باید تا الان متوجه شده باشن که به کار بردن شیوه‌های چند ماه گذشته مفید و مؤثر نیست و اونها باید تجدید نظر بکنن، با رهبران جنبش اعتراضی وارد تعامل و گفتگو بشن، با مردم مدارا بکنن و همه شهروندان ایرانی رو از حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خودشون بهره‌مند بکنن. 13 آبان روز نمادین هست. آیا به نظر شما صدای اعتراض مردم از سوی حاکمیت شنیده شده؟ من مدت هاست که در واقع فکر میکنم رهبران ایران آمادگی شنیدن صدای مردم و فریاد اعتراضشون رو ندارن، یا میشنوند و خودشون رو به نشنیدن میزنن، یا اینکه اساسا متوجه ماجراهایی که در کشور میگذره نیستن. در هر صورت اگر که اونها نخوان صدای مردم ایران بشنوند، ممکنه یه روزی خیلی دیر بشه و شکاف بین حکومت و مردم اونقدر عمیق بشه که جز از طریق جابجایی‌های بزرگ و تحولات پرتکانه حل مشکلات امکان پذیر نباشه، که این نه به سود حکومت هست، نه به سود کشور و نه مردم. با این وضعیت پیش بینی شما از آینده چیه؟ به نظر من بعد از امروز ما وارد یه مرحله جدیدی شدیم و اون هم تداوم بیچون و چرای این جنبشه و طبیعتاً باید به فکر یک آینده طولانی باشیم برای احقاق حقوق خودمون و اجرای اصول معطل مونده قانون اساسی.